تقویم رو ورق میزنیم و به 16 آذر میرسیم. روز دانشجو در اون خودنمایی میکنه. گزارش امین فردین رو به همین مناسبت میبینیم. یادت چه روزهای زیادی رو درس خوندی؟ من شب و روز درس میخونم تا پشت کنکور نمونم. یادت کنکور؟ با این عجله کجا میری؟ سب کن دیدیش اتوبوس داره میره. همایش پیاده رویه، چه خبره امروز؟ والا کنکوره. یادت روز قبولی و ثبت نام تو دانشگاه؟ رشته شرکت کرده بود شما؟ رشته عمرم که شروع هم گرفتی و موفق روانشناسی عمومی درست؟ بله. این روزها گذشت تا بالاخره شدی دانشجو. خیلی دانشجوی زرنگ خوبی هستم. یادت روزهای امتحان دانشگاه؟ سه بار درس گرفتیم. بعد ادبیات میافتم. چند میگیری؟ ادبیات 7 میگیرم. چطور بود امتحان؟ این بار از خیر 40,000 دانشجوی سطح استان گذشتیم و کمی متفاوت به سراغ استادایی که خودشون یه زمانی دانشجو بودن رفتیم. دوران دانشجویی تقلبم کردی؟ نه. راست؟ واقعا تقلبم دادی؟ کاملاً. بهترین شوخی که باهات کردن دانشجو چی بوده یادت هست؟ معلومه که کسی جرات نمیکنه. تو دوره داشتی سر جلسه امتحان تقلبم کردی؟ تقلب اصلا نه، اصلا همین الانم که دارم درس میدم مخالف شدید تقلب استادا ندید تقلبی مثلا. 9.75 دادم ولی 10 ندادم، یعنی احساس کردم که دانشجو هنوز مطلب رو یاد نگرفته. ای بابا. ولی بهترین خاطره دوران استادی چی بود؟ یه روز رفتم کلاس، اولین جلسه که برم کلاس تدریس کنم تو دانشگاه، دانشگاه باقنه بود. رفتم دیدم آقای پاش انداخت رو صندلی استاد، چیز پاش انداخته داخل میز استاد به اصطلاح. بعد ما رفتم داخل، گفت آقا بشین، گفت برو پایین، با برو بشین، میذارم پایین از اینجا. دانشجو که شیطنت زیاد میکنه، انقدر زیاده که تو ذهنم شاید نمونه. بخوام خاص بگم اول ترم که اول جلسه کلاس بود، سر یک کلاس شرکت کردم. از در که رفتم دیدم بچه‌ای که ردیف جلو نشسته خیلی روخشون برام آشنا. بعد یهو یادم افتاد که من با این بچه‌ها کلا 7-8 سالی همکلاسی بودم. یادت التماس‌های آخر برگه‌های امتحان که مینوشتی استاد بیشتر از این مغزم جواب نمیده؟ چه چیزی متاسفانه باب شده؟ کلماتی که به کار میبرن اغلب کلماتی مثلا درست نمی نویسن، مثلا کلمه‌ها رو درست نمی نویسن. بله غلط املایی داره. زیر برگه‌های چیزا می نویسن. من با چند تا از دوستانم که همکارانم هم هستن در دانشگاه به یه نتیجه رسیدیم که یه نمایشگاه بزنیم در دانشگاه. دارید نمونه از اینا؟ خیلی ها، شما همه رو اسکن کردم تقریبا، شاید 200 نمونه شو دارم. پاپ گابودی چجور میگذشت؟ با تخم مرغ و گوجه؟ آره دیگه، تخم مرغ و گوجه و سوسیس و این چیزا دیگه غذای اصل غذای خوابگاهیه. با همه این قصه‌های تلخ و شیرین و شیطنت‌های دوران دانشگاه از قبولی تا فارغ التحصیلی، اما بعضی از همین دانشجوها خودشون خاطره شدن. دانشجوها و دانش آموزا کلاً قشر جوان ما هیچ وقت نسبت به مسائل مملکتی بی‌تفاوت نبودن. خب نمونه‌های همون تسخیر لانی جاسوسی بوده روز 13 آبان و 16 آذر همون سال 32. 16 آذر 1332 شهیدان بزرگنیا، قنچی و شریعت رضوی سه شهیدی بودند که برای مبارزه با استکبار در دانشگاه تهران در اعتراض به ورود معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران به درجه شهادت نائل شدند. و این روز به یاد این شهیدان والا مقام روز دانشجو نامگذاری شده. ما هم روز دانشجو رو به همه دانشجویان عزیز تبریک میگیم.